امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. بیوه سیاه به به آبجی ناتاشا، فعلا که ما دستمون بندی یه کار ناتمومه. ما دقیقا کیان؟ پارسال دوست، امسال آشنا. تو کجا؟ خونه کجا؟ افتادن دنبالم. ما مادرزادی اینطوری. هنوزم اندازمه. فکر میکردم با کار خوب کردن حداقل میتونم بیشتر از یادم کشه آموزش دیده باشم. خب اشتباه زدی خواهر من. خانواده دوباره دور هم جمع شده. میدونستی چاق شدی؟ همشون از هلند زن. نسل جدیدی از بیوه ها درست شده. پشتشان دشمنای جدیدی اومدن. این دیگه کدوم خریه؟ من قبلا هیچی نداشتم. تو برنامه ایگم داری؟ من خیلی وقت دارم اینجوری زندگی میکنم، ولی دیگه نمیخوام از گذشتم فرار کنم. اما بعد این شغل گیرم اومد. شنیدم جلدی میخوای از اینجا جیم شی. دارم روزای سختی رو میگذرونم. میدونم که اونجایی. خودم میدونم که تو میدونی من اینجام. خب نظر چی بشینیم مثل دوتا آدم بالغ حرف بزنیم؟ این خانواده، اما هیچ چیز ابدی نیست. مگه از این کارا هم میکنیم؟ باید به جایی که همه چی ازش شروع شد برگردیم. خوش به حالمون. یه کار ناتموم داریم. درباره یه چیزی مطمئنم. این قراره یه تجدید دیدار خیلی خفن بشه. منم از دیدنت خوشحال شدم خواهر. به مردم گفتم خواهرم رفته غرب کشور، یه معلم علومه. و برای خودم دشمن تراشی کردم. و شوهرش خونه ها رو بازسازی میکنه. قبل از اینکه به انتقام جویان ملحق بشم، اشتباهاتی مرتکب شدم. اسمش تاسک مستره. اون اتاق قرمز رو اداره میکنه. فکر جمع کنه از اینجا بره، ولی با این وضع قیمت ها و پایین اومدن بهره باید صبر کنه. اون چیزایی که گفتی من نیستم. از همه چی خبر دارم، ولی چاره ای نداشتم. باید به خاطرت بر میگشتم. چند نفر از اینا هست؟ سرم بهترین کاری که همیشه ایشی کرد اینی که گذشته رو فراموش کنم. به اندازه کافی ما هم کنارت می جنگیم. شما پیروز نمیشین. ببین خیلی خوب نقشه داری یا باید از ترس یه جا مخفی شی؟ نقشم این بود که فراریمون بدم. باید برگردیم به جایی که همه این قضایی شروع شد، تا دیگه این کارو با کسی نکنم.
زخمای خانواده. خب نقشت به درد عمت میخوره. یه روز میرسه که باید بین چیزی که دنیا میخواد باشیم و کسی که واقعا هستیم یکی رو انتخاب کنیم. خب کاری که باید بکنیم اینه که ناتشو قوز نکن، صاف بشی. قوز نکردم چرا دیگه اینجوری خم شدی؟ با. من تصمیمم رو گرفتم، دیگه فرار نمی کنم. صاف ما رو جوش کن. وای خدا، ولی من صاف صاف کافیه، با همه تونم بس کنید. من که چیزی نگفتم. بیوه سیاه طبق خلاصه یه داستان فاش شده از فیلم بلک ویدو با بازی اسکارلت جوانسون، روایتی است از زمان تولد ناتاشا رومانوف در کاگبه و تبدیل شدن به مأموری برای انجام عملیات نهایی آن سازمان. پس از فروپاشی و تجزیه شوروی و زمانی که ناتاشا مأموریت خود را رها می کند، دولت تلاش می کند تا او را در نیویورک زمان حال به قتل برساند. این خانواده، شنیدم جلدی میخوای از اینجا جیم شی. دارم روزای سختی رو میگذرونم. میدونم که اونجایی. خودم میدونم که تو میدونی من اینجا. خب نظر چیه بشینیم مثل دوتا آدم بالغ حرف بزنیم؟ اما هیچ چیز ابدی نیست. مگه از این کارا میکنیم؟ فیلم مستقل بلک ویدو 15 سال پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی جریان دارد که رومانوف در آمریکا زندگی می کند. در واقع این فیلم درباره ناتاشا رومانوف، معروف به بیوه سیاه، در بین وقایع فیلم های کاپیتان آمریکا جنگ داخلی و انتقام جویان جنگ ابدیت است. یه کار ناتموم داریم. باید به جایی که همه چی ازش شروع شد برگردیم. در برای یه چیزی مطمئنم، این قراره یه تجدید دیدار خیلی خفن بشه. خانواده دوباره دور هم جمع شده. میدونستی چاق شدی؟ یه کار ناتموم داری. باید به جایی که همه چی ازش شروع شد برگردیم. خوش به حالمون. منم از دیدنت خوشحال شدم خواهر. چی باعث شد برگردی خونه؟ بیوه سیاه.